سلام و سلام بچه های گل، حالا احوالتون چطوره؟ بچه ها دارم براتون یه لاک پشت خیلی بامزه و بزرگ و نقاشی میکنم. اول یه نیم دایره میکشم، بعد از این ور وزن کنم به این ور. نگاه کنید بچه ها، ته اونجایی که میخوام وزن کنم و یه کوچولو کجکی میکنم. حالا ببینید برای چی؟ برای این که میخوام یک کله بادکنکی گنده رو از اونجا نقاشی کنم. خیلی خوب، خیلی خوب، همینجا وای میستم. برای این که میخوام اول دوتا پاهاشو بکشم. بچه نیا کنید، یه پا، دو تا پا. حالا میرم ادامه اون خط کلشو میبرم تا برسم به پشت آقای لاک پشت. خب بعد از اون دو تا چشم گردالو، یکی چشم، نه دومیش. بعد از اون یه لب خندون و خوشگل. خب نکنه فکر کردین لاک پشتا دو تا پا دارن؟ الان بعد از این که خط زیر دلشو گذاشتم، بچه ها دو تا پای دیگهشو نقاشی میکنم. خیلی آسون. بعد از اون بچه ها میرم سراغ این لاک بزرگ و محکم. بچه ها انقدر محکمه که هیچ حیوانی نمیتونه این لاک رو بشکونه. میدونین بچه ها لاک پشتا وقتی که احساس خطر میکنن یا وقتی فکر میکنن یه حیوانی داره میاد که بخوردشون، زود میرن توی لاکشون قایم میشن، انقدر اون تو میمونن تا وقتی که احساس کنن دیگه خطری نیست. روی این لاک محکم شکلای مختلف هست و میتونیم دورشو اینجوری یه خط دیگه بذاریم و بعد شکلا رو همینطوری بکشیم تا همه جاش پر بشه. اینجوری خیلی خوب. حالا میخوام برای پاهاش چند تا ناخن بذارم. خیلی آسون، نگاه کنید اینجوری بام 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 برای همه پاهاش میذارم. بچه صدای پای لاک پشت اینجوریه، بام بام بام. اگه گفتین چرا؟ چون خیلی یواش را میره، ولی ما میخوایم بریم و خیلی تند این لاک پشت رو رنگ کنیم. آماده این بچه ها؟ بریم سراغ رنگ آمیزیش.